آمریکا رسما خواستار برقراری تحریم‌های سخت‌تر علیه کره شمالی توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است. آزمایش‌های اتمی و موشکی کره شمالی شبه جزیره کره را با وخیم‌ترین بحران سیاسی پس از بنیانگذاری آن کشور در 69 سال پیش مواجه ساخته است. هوشمند میرفخرایی گزارش می‌دهد. آمریکا رسما خواستار تشکیل اجلاس شورای امنیت در روز دوشنبه و برقراری تحریم‌های بیشتر علیه کره شمالی، از جمله محدودیت‌های صدور روادید و محدود کردن واردات نفت به آن کشور شده است. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، از قول یکی از مقام‌های ارشد آمریکایی، احتمالاً چین و روسیه تنها با تحریم محصولات نساجی کره شمالی موافقت خواهند کرد. در همین حال، امروز مراسم 69 مین سال بنیانگذاری کره شمالی مانند هر سال با حضور مردم در تپه منسو در شمال پایتخت آن کشور و نثار تاج گل بر تندیس‌های 22 متری کیم ایل سونگ و پسرش کیم جونگ ایل، اولین و دومین رهبر آن کشور، برگزار شد. مراسمی در برابر موزه انقلاب و مجسمه معروف انقلاب سوسیالیستی در کره که با تعظیم و تکریم اغراق‌آمیز همراه بود. به مناسبت سالروز بنیانگذاری به این محل که مجسمه های برنزی دو تن از قهرمانان استقلال و پیروزی کشور در آن نصب شده آمدم. همه از رهبر فعلی من رفیق کیم جونگ اون برای هدایت کره شمالی به سمت کشوری اتمی، خودکفا و با آینده بهتر حمایت میکنیم. 6 روز پیش کره شمالی اولین بمب هیدروژنی خود را آزمایش کرد که توان انفجاری آن به گفته کارشناسان برابر با 50,000 تن ماده TNT بود. هوشمند میرفخرایی، صدای آمریکا.